در دشواری محدودیت ها بر کار، تحصیل و آموزش دختران تلاش کرده تا اینکه روزنه امید را بر روی دختران بازمانده از تحصیل بگشاید. غافل از این که نه تنها دیگران را کمک کرده نمیتواند، بلکه خودش نیز با چالش های اقتصادی مواجه می شود. مهتاب الکوزی، یک تن از خانم های کارآفرین در ولایت هرات می گوید، با امید این که بتواند زمینه کار و شغل را هم برای خود و هم برای دختران بازمانده از تحصیل فراهم کند، از یک سال بدین سو کارگاه خیاطی را ایجاد نموده، اما نبود مشتری و رکود بازار کار خیاطی و ایران نگران ساخته است. دختر خانوم ها هستم، چون مکاتب بسته پانتونا نمیتونم برم، همه دختر خانوم هایم با روی خراب وقتی میایم اینجا. واقعیتی خودم هم یک روی ندارم، روی هم مرم خراب میکنم، هم میگیم این روی خراب و دل شکسته هم. واقعیتی یه کارگار از یک دونه چرخ تا بالاخره همی چند تا چرخ جور کردم، مثلا 20 شاگرده، یک سر روز اونا تدریس میدم که درس میدم، سر روز دیگه که میشه یک جور لباس فوق مثلا هم امروز میارم 20 شاگرد یک جور لباس دو نیم صدی. این موقع چی هیچ کس خود خور نمیشه، برق خور نمیشه، چی برسه که من به شاگردا چیزی بدم. اینا من انتظار دارم، واقعا در خانواده متوسطی هم انتظار دارم که من چیزی برینا بدم. واقعیت که بشه همو خود خو برق خو اینا نمیشه. وی میافزاید که پیش از این در یکی از مؤسسات مددرسان حرفه خیاطی را برای خانم ها آموزش می دادند، اما به دلیل متوقف شدن فعالیت آن مؤسسه و از دست دادن وظیفه‌اش، وی کارگاه خیاطی را در خانه‌اش ایجاد کرده است. مدت یک سال به مؤسسه توانه کار میکردم، متاسفانه می اواخر دیگه مشکلات همگی خبر دارم، مؤسسات که جمع شد و مؤسسه هم تعطیل شد. وقتی آمدم تقریبا یک ماهی به خونه بودم، دیدم که خودم روی من کلا خرابه، چون واقعا وظیفه میرفتم سر کار میرفتم، اونجا هم کارگاه داشتیم. بیا آمدم بالاخره از یک چرخی که اونجا اگه باز کنم ببینم یک چرخ اونجا، تا بالاخره چند تا چرخ جور کردم. حالا کم واقعیت همین تروی من خرابه که وقتی نگاه میکنم مثلا 8-9000 روپیه پول برق من به سر دو برج میایه، اینا رو جمع میزنم میبینم خود من انگار الکی کار کردم به سر ازی کار که بودم. در همین حال شماری از دختران بازمانده از تحصیل نیز میگویند که به دلیل محدودیت های وضع شده حکومت بر تحصیل و آموزش به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده و جهت رهایی از این مشکلات به حرفه خیاطی روی آوردند، اما اکنون با نبود مشتری و مشکلات اقتصادی مواجه می باشند. تقریبا 2 سال که میشه مکتب بسته شده و 1.5 ماه میشه که ما میایم به خیاطی. از نظر اقتصادی هم کم پایین بودیم، به خاطر همی بیامده به خیاطی که یک چیزیت بگیریم. حالا کم که به خیاطی میاییم دیگه چیزیت گرفتیم، چیزی بیشتر یاد میگیریم و مشتری زیاد هم که نیه که یعنی خیاطی بیاره که ما بیشتر یاد بگیریم. زنان خیاط در ولایت هرات در حالی از رکود بازار کار و عدم حمایت از سوی نهادهای مددرسان ابراز نگرانی می کنند که بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت بر کار، تحصیل، آموزش دختران و وضع محدودیت بر فعالیت نهادهای مددرسان 56 برنامه کمک رسانی تنها در ماه جولای سال جاری میلادی در افغانستان متوقف شده است و ممکن است شمار زیادی از نهادهای مددرسان نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان کاهش دهد.